اینجا نگاهی داریم به صفحات یک روزنامه های صبح ایران و مهمترین گزارش ها، مصاحبه ها و یادداشت های مطبوعات. فرزانه بسپور اینجا در استودیو با ماست. فرزانه، چه خبر؟ تو بخش قبلی به بعضی روزنامه‌ها اشاره کردم، امروز میخوام در با روزنامه سازندگی ادامه بدیم. از حراج میراث ایرانی گزارش داده. سال پیش اواخر سال بود که قانون مزایده اموال و دارایی‌های کشور توسط دولت مطرح شد. اون موقع روزنامه‌ها پیش‌بینی می‌کردند که ما برسیم به حراج دارایی‌های ایرانیان. این اتفاقی که امروز افتاده و روزنامه سازندگی گزارش داده نشون میده که سازمان میراث فرهنگی که وظیفه‌اش حفظ آثار تاریخی هست، در صدد بر اومده که 19 بنای تاریخی کشور رو به مزایده بگذاره. لیستی که روزنامه سازندگی اعلام کرده از جمله ارگ رایان کرمان، باغ هرندی، گرند هتل، کاروانسرای زعفرانیه، کاخ ناصرالدین میرزا و 14 بنای دیگه است که توسط وزارت میراث فرهنگی به مزایده گذاشته شده. این ارگ رایان دومین بنای خشتی جهان بعد از ارگ بم هست و به گفته کارشناسان جزو آثار نفیس محسوب میشه و اساساً دولت اون رو نبایستی برای بهره برداری واگذار کنه. اما اینطور که به نظر میاد وزارت میراث فرهنگی که بایستی حافظ آثار باشه، خودش در صدد بر اومده که این آثار تاریخی رو به حراج بگذاره و روزنامه سازندگی نوشته باید پس فردا منتظر باشیم تخت جمشید و آرامگاه حافظ و سعدی و اینها رو هم به حراج و مزایده بگذارن. نکته این ماجرا این هست که واگذاری به مالکیت خصوصی به اون حق تخریب هم میده و یا اصلا مالک میتونه درش رو ببنده، اجازه ورود به کسی نده. اما در ادامه تلاش های دولت برای درآمدزایی، روزنامه کیهان از تصویب قانون مالیات بر عایدی سرمایه گزارش داده. روزنامه کیهان گزارش داده از قانونی که دیروز در مجلس به تصویب رسید و بر اساس اون دولت میتواند بر اساس اون دیگه از سرمایه مردم و اونچه که حالا کیهان اون رو سوداگری میخونه مالیات گرفته بشه و به تعبیر کیهان این صیانت از منافع 99% مردمه و دست سوداگری و سفته بازی و دلالی رو میبنده. اما ماجرا این هست که مردم برای حفظ ارزش دارایی هاشون در سالهای اخیر با توجه به اینکه ارزش ریال مدام در حال سقوط بوده، دارایی هاشون رو تبدیل به ملک و خودرو و طلا و ارز کردند و به این واسطه میخواستن ارزش داراییشون حفظ بشه. الان دولت داره بابت تورمی که در واقع این اموال داشتن و با وجود ناکارآمدی سیاستی که داشته، الان میخواد از مردم بابت این عایدی سرمایه دوباره مالیات بگیره. از طرفی مردم رو هم به دلالی متهم میکنه. روزنامه آرمان ملی از قول کارشناسان نسبت به اثرات و تبعات چنین طرحی هشدار داده. کارشناسان معتقدن که اجرای این طرح باعث تشدید رکود اقتصادی میشه و دیگه افراد برای حفظ دارایی هاشون اصلا پولاشون رو از کشور خارج میکنن، دیگه حتی دیگه طلا و ارز هم نمیخرن و ترجیح میدن که سرمایه‌شون رو از کشور ببرن. روزنامه بعدی که ببینیم روزنامه هم‌میهن هست. گزارشی داره از ماجرای 125 هزار میلیارد تومان پولی که دولت بلوکه کرده بود در چند ماه اخیر، پولهای مردم رو. طرحی رو در اواخر سال گذشته اجرا شد تحت عنوان قرعه کشی برای خرید خودروهای وارداتی و خودروهای خارجی و داخلی و مردم در این طرح شرکت کردند. چیزی حدود 120 هزار نفر برای خرید خودروهای وارداتی ثبت نام کردند، یک حساب وکالتی ایجاد کردند که هر کدومشون هم چیزی حدود مبلغ 500 میلیون تومان در این حساب واریز میکردن. یعنی برای خرید هر خودرو چیزی مبلغی حدود 60 هزار میلیارد تومان نزد بانک ها بلوکه میشد. این بلوکه قرار بود تو فروردین ماه آزاد بشه، اما دولت برای اینکه کسری بودجهش رو جبران کنه، پول ها رو تا
اواخر اواسط اسفند همچنان در بانک ها نگه داشته بود و دست آخر به خاطر شکایت های متعدد مردم این پول ها آزاد شدند. اما ماجرا این هست که عملا نه خودروی وارد شده نه خودروی فروخته شده، چون کارشناسان هم از قبل پیش بینی میکردن که با توجه به قیمت دلار و تحریم هایی که کشور هست اساسا برای دولت سخته که این 120 هزار خودرو رو وارد کنه، چون حدود 1 میلیارد و 200 میلیون دلار خرجشه. حالا پس معلوم شده که کل این پروسری که اجرا کرده کلک دولت برای فرار از کسری بودجه آخر سالش بوده و الان کامران ندری معتقده که تاوان این رفتارهای دولت رو مردم میدن و بیش از پیش سرمایه اجتماعی از دست میره. روزنامه بعدی که نگاه کنیم یک یادداشتی از در روزنامه سازندگی، 8 اردیبهشت ماه یک اتفاقی افتاده بود. یک جوان سبزواری به نام حمیدرضا الداقی در پی یک درگیری خیابانی که در دفاع از یک دختر جوان از دست مزاحمت‌ها دو مزاحم دیگر وارد درگیری شده بود و در این درگیری کشته میشه. روزنامه‌های حکومتی خیلی این رو به عنوان در واقع یک اتفاقی در خدمت اون پروژه امر معروف و نهی از منکر میبینن، در حالی که اصلا ماجرا این نبوده. این جوان که در واقع در خیابان متوجه میشه، چون ویدیویی از این اتفاق در محل حادثه منتشر شده و میبینیم که این دو جوان که به نظر میرسه حالت عادی هم ندارن مزاحم یک دختر شدن، یک زن دیگه به دفاع از دختر اومده. وقتی مزاحمت ها ادامه پیدا میکنه حمیدرضا الداقی وارد درگیری میشه که دختر رو نجات بده، اونها با چاقو بهش حمله میکنن و آقای الداقی کشته میشه. این نزاع حق و باطل بوده برای دفاع از دختر. به خاطر همین روزنامه سازندگی تیتر قشنگ استفاده کرده، برای خواهرم خواهرت خواهرامون، کاملا جدا کرده از اون تبلیغات و پروپاگاندایی که جمهوری اسلامی رو انداخته در مورد اینکه این بسیجی بوده و برای دفاع از ناموس و غیرت و اینها در واقع وارد شده، در حالی که این نیست، برای دفاع از در واقع انسانیت وارد شده و اتفاقا مردم سبزوار و مردم مشهد هم برای احترام او در مراسم دفن شرکت کردن. روزنامه بعدی روزنامه جهان صنعت هست، از تأثیر افزایش نرخ گندم بر قیمت نان گزارش داده. دخالت دولت در اقتصاد اتفاقیه که یک چرخه باطل رو مدام ایجاد میکنه. ما نرخ خرید تضمینی گندم رو داریم که سوبسید دولت هست و اینکه هر سال دولت با چه قیمتی گندم رو میفروشد تأثیر مستقیم میگذاره بر امنیت غذایی، معیشت و سفره مردم. اگر کمتر از نرخ بازار بر اساس نرخ تضمینی بیاد گندم کشاورز رو بخره، کشاورز ممکنه دیگه تمایلی به کشت گندم نداشته باشه یا اقدام کنه به فروشش به قاچاقچیان گندم یا اصلا خوراک دام کنه. اگر بالاتر بفروشه، چیزی که الان اتفاق افتاده و 15 هزار تومان اعلام شده نرخ خرید تضمینی گندم، تأثیرش روی قیمت تمام شده یه تولید نان میشه و با گرانتر شدن قیمت نان معیشت مردم دچار مشکل میشه. بنابراین در یک چرخه باطل هستیم و همچنان سیاستگذاری ها به همین سمت میره و توجهی هم دولت نمی کنه برای تغییر این چرخه. روزنامه بعدی که نگاه کنیم روزنامه مردم سالاری هست، با توجه به اینکه امروز 12 اردیبهشت ماست در ایران، در واقع روز بزرگداشت معلم محسوب میشه، روزنامه مردم سالاری اشاره کرده به اینکه وقتی حقوق فرهنگیان به موقع پرداخت نمیشه، وقتی مطالباتشون سالهاست معوقه مونده، بزرگداشت معلمان چه معنایی داره و اساساً چه فایده‌ای میتونه داشته باشه، چون مشکلات معلمان دیگه تاریخی شده و وعده های مسئولان هم تکراری. و اینکه ما بیایم هر سال این مسائل رو مطرح کنیم بدون اینکه هیچ تأثیری روی وضعیت معلمان داشته باشه، عملا کار بیفایده ای کردیم. پرونده رتبه بندی معلمان هم طرحی بوده که دولت اگرچه مصوبش رو از مجلس گرفته اما همچنان توان اجراییش رو نداره و معوقات معلمان همچنان معضل لاینحلی است.